أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ليلة القدر خير من ألف الشهر. صدق الله العلي العظيم. با عرض سلام و درود خدمت آقای موحدی و همکارانشان و شما عزیزانی که از طریق رسانه سنترال افغانستان ما را بیننده هستید، امیدوارم خداوند متعال و برکت این ماه مبارک رمضان و به عظمت این شبهای قدر طاعات و عباداتی همه شما را قبول گرداند و خداوند متعال انشاءالله توفیق راز و نیازش، توفیق بندگی، توفیق حسن نیت، شوق عبادت را برای ما و شما انشاءالله در این شبهای با عظمت قدر عنایت کنند انشاءالله. عزیزان، چند جا هستند که دعا قریب و استجابت هست. یکی جاهای بلندی، تپه های بلند، کوه های بلند، هر وقتی که اونجا مشرف شدین حتما دعا کنید، خداوند انشاءالله دعای شما را مستجاب میکنه. دوم، هنگامی که در سجده های آخر نماز رسیدید، اونجا هم حاجت را در دل خود مصمم کنید، قریب به استجابت هست. سوم، در مجالس دعا و مجالس عزاداری، خصوصا قبور ائمه معصومین علیه السلام، خانه کعبه و خصوصا جایی که مثلا قریب پدر و مادرتان هستید، اگر پدر و مادرتان حیات هست، یک وقت دچار مشکل شدید، حاجتمند شدید، مستمند شدید، بروید کنار پدر و مادرتان، هر کدامشان باشد، یا پدر یا مادر، با محبت و عطوفت، با مهربانی به صورت آنها نگاه کنید، از خداوند بخواهید، خداوند انشاءالله حتما حاجت شما را برآورده میکند. ولی عزیزان، شبهای روزها و شبهای ماه مبارک رمضان شبهای قدر استثناء است. هر ساعتشان ساعت دعا هستند، هر لحظه ایشان لحظه دعا هستند، خصوصا قبل از افطار، هنگام سحری و شبهای قدر که سید اللیالیش، این سید تمام شبها هستند. هر چی می توانید از خداوند متعال بخواهید، شما شرایط داشته باشید، شرایط دعا کردن را خداوند استجابت میکند. بود اون استجب لکم، خصوصا در شبهای قدر بخوانید مرا، من که اجابت کنم شما را، برای شما بدم. در شب قدر ماه مبارک رمضان بخواهید از خداوند که برای شما عنایت کند. اگر کسی تا به حال توفیق روزه گرفتن نیافته است، عزیزان دعا کنید در شبهای قدر که خداوند توفیق برای شما عنایت کند. روزه گرفتن، نماز خواندن، دعا کردن، اینها توفیق میخواهد از خداوند متعال. اینها یک توفیقی است که خداوند برایشان عنایت کرده است. دعا کنید که شما هم شامل این توفیق شوید و خداوند برای شما عنایتی کند. خب بعضی ها سوال میکنند در این شب قدر با این همه فضیلتی که دارد، ما در این شب از خدا چی بخواهیم؟ چی حاجت را بخواهیم؟ ببینید عزیزان، ما وقتی که حرف حاجت را در میان میآوریم، در ذهن ما تصور میکند که همه انسان ها نیازمند است، همه مشکل دارد، همه حاجتمند است، هیچ کسی نیست که بدون نیاز و بدون حاجت بوده باشد، همه نیازمند و مستمند است. ولی ما همه اینها را از خداوند بخواهیم، همه مشکلات ها را با از خداوند بخواهیم، اول در حق حقداران، دوستان، اقاربان، مؤمنین، همسایه ها، اساتید، در حق همه اینها دعا کنیم، بعد در حق خود دعا کنیم. یکی از شرایط استجابت این است، استجابت دعا، اول در حق دیگران، بعد در حق خود. و در دعا کردن هرچی وسیع باشیم، شرح صدر داشته باشیم، هرچی بخواهید از خدا زیاد بخواهیم، رحمت خدا کم نمی شود. هرچی می توانید از خداوند زیاد بخواهید. چرا؟ این نشانی از حسن نیت شماست، از حسن ظن شما با خداوند متعال هستن و باعث استجابت دعا هستن. همه این حاجت ها را بخواهید، ولی حاجت اصلی را بگذارید با صاحب خانه. بگو خدایا چیزی به ما عنایت کن که اصلا در ذهن ما، در تخیل و تصور ما نیستن، چیزی را به ما عنایت کن که اصلا بی نهایت باشد. خدایا ببینید عزیزان، ما وقتی که جای مهمان میشویم، در یک خانه مهمان میرویم، سر سفره مهمانی یکی از دوستان شرکت میکنیم، ما برایش تعیین نمی کنیم که امشب برای ما چی پخته کن و چی بیاور و چی غذایی را، ما برایش تعیین نمی کنیم که این غذا را برای میان بیاور. اون تعلق دارد به کرم صاحب خانه، با وضع مناسب حال ما ایشان به ما غذا تهیه می کند. ولی می توانیم آب خنک بخواهیم، می توانیم نمک بخواهیم. عزیزان
شب قدر، هر چه حاجت دارید از خداوند بخواهید، ولی حاجت اصلی را بگذارید با خود خداوند متعال. بگو خدایا ما امشب مهمان شما هستیم، در این ماه مبارک رمضان سر سفره شما هستیم و انتظار داریم خدایا که شما با ما عنایت کنید. از امام زمان بخواهید حاجتتان را. بگو امام زمان امشب منتظر عنایت شما هستیم، شما با ما عنایت کنید، که انشاءالله حتما عنایت میکند که اصلا شما در تصورتان هم نباشد، چون این شبها خیلی شبهای با عظمت و با برکتی هستن. حضرت موسی که یکی از انبیای الهی بودن فرمودن خدایا میخواهم با تو نزدیک شوم، یعنی نزدیک تو باشم، در حالی که کلیم الله بود، با خدا سخن میگفت. خداوند فرمود قرب من، یعنی نزدیک شدن من، لمن استيقظ ليله القدر، کسی برای کسی از نزدیک شدن من که در شب قدر بیدار باشد، شب قدر رو احیا کند. بعد فرمود قال اريد رحمتك، خدای رحمت تو را میخواهم که شامل حال ما گردد. فرمود قال، خداوند متعال فرمود قال رحمتي لمن رحم المساكن ليله القدر، رحمت من شامل حال آن کسی هستند که در شب قدر به مساکنان رحمت کند، اونها را اطعام کند، اونها را مهمان خش قرار بدهد. عزیزان روزهای ماه مبارک رمضان ما وظیفه داریم که اولین کاری که میکنیم با قدر توانمان از همسایگان و از مستمندان، از مستضعفان، از مسافران خبر بگیریم، یعنی اونها را افطاری بدیم، حتی با قدر یک دانه خرما، با قدر یک افطاری، هر چی که توانایی دارید. وای به حال کسانی که سفره‌شان رنگین هست ولی یک ساعت بعد رفته در مسجد استغفار میکنند. اصلا این استغفارها ارزش ندارد، اصلا این توبه ها ارزش ندارد، این نماز ها ارزش ندارد. همسایه تو گرسنه خوابیده، تو باشی کمی سیر، غذاهای متنوع سر سفره تان رفته، اونجا توبه و استغفار میکنید. برای چی؟ از چی میترسی؟ رحمت خدا چند متر از تو دورتر است، برو اونجا نظر کن. همسایه های تو گرسنه هست، هموطندارای تو در روی جاده خوابیده گرسنه هست. اگر میخوای رحمت خدا برو اونجا، اول شکم آنها را سر کن، اول قراری یعنی چقدر توانایی داری، حتی میتوانی یک افطاری برایشان بدی، حتی میتوانی 10 افغانی برایشان بدی، هر چی که توانایی داری، نه بالاتر از تواناییتون. اول در آنها را شاد کن، بعد برو مسجد، اونگاه بگو خدای تو را میخواهم. اونجا اگر بگوی لبیک، خدا میگوید لبیک. اگر این همسایه تو گرس نباشد و تو باشه کمی سر بخواهی، اصلا این عبادت ها ارزش ندارد. بعد حضرت موسی فرمودن قال الهی اريد جواز و علی صراط، خدایا میخواهم جوازی به من عنایت کنی که از پل صراط بگذرم. یکی از جاهایی که از پل صراط ما باید بگذریم در وقت وضو گرفتن دعا کنیم که خدایا به این سر و پایت رحمت خود را بیانداز و این پاها را به صراط ملغزان. فرمود لمن تصدق بصدقه في ليله القدر، رحمت من جواز نامه صراط که از اونجا بگذری برای اون کسی است که در شب قدر صدقه بده. چقدر این صدقه فضیلت داره، صدقه هر لحظه ها فضیلت داره، ولی شب قدر 80 چند سال است که تو صدقه داده ای، این قدر فضیلت دارد. تمام اعمال ها در این شب فضیلت دارد. قال الهی اريد النجات من النار، خدایا نجات تو رو از آتش جهنم، خدایا میخواهم از آتش جهنم نجات پیدا کنم، او رو از شما میخواهم. فرمود قال لمن استغفر في ليله القدر، کسی هست که نجات از آتش جهنم پیدا کند در شب قدر باید استغفار کند. بعد فرمود قال اريد رضاك، که بالاترین کار است، یعنی کسی از همه چیز گذشته فقط منتظر رضای پروردگار هست. خدایا خوشنودی تو رو میخواهم. قال رضا، فرمود رضای لمن صلی رکعتین فی لیلت القدر، خوشنودی من از آن کسی است که در شب قدر دو رکعت نماز بخواند. این دو رکعت نماز در شب قدر خیلی فضیلت دارد، که من شب اول عرض کردم دو رکعت نماز چجوری باید بخوانیم. عزیزان امیدوارم که در این شبهای قدر انشاءالله توفیق شب زنده داری، توفیق عبادت، طاعات و راز نیازش با خداوند متعال را پیدا کنید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.